سلام و همه که خوش اومدید به روز چهارم چالش آموزش زبان انگلیسی در این چالش ما میخوایم با شبی کمتر از ده دقیقه زبان انگلیسیمون رو تقویت کنیم هر شب سه لغت با مثال یاد میگیریم و همینطور دو اصطلاح با مثال و اینکه به مرور زمان این چالش خیلی تأثیر گذاره تو زبان انگلیسی شما پس لطفا برای دنبال کردن چالش حتما کانال رو سابسکرایب کنید و تا آخر ویدیو با من همراه باشید بریم که شروع کنیم Get. یعنی دریافت کردن get دریافت کردن get یک ورب یا فعل هست به معنای دریافت کردن گذشته ساده فعل get میشه got get میشه got گذشتش got اینو برای جمله سازی حتما باید یاد بگیرید get got برای مثال I get a new car من یک ماشین جدید میگیرم I get یعنی من دریافت میکنم یا من میگیرم A یک new جدید کار ماشین I get a new car من یک ماشین جدید میگیرم یا دریافت میکنم حالا یه جمله گذشته هم باش بسازیم We got a dog ما یک سگ دریافت کردیم یا یعنی ما یک سگ گرفتیم We got ما گرفتیم در گذشته a dog یک سگ we got a dog ما دریافت کردیم یک سگ tall یعنی بلند tall بلند tall tall یک صفت یا adjective هست tall بلند برای مثال I am tall یعنی من قد بلند هستم I am tall من بلند هستم. I am یعنی من هستم. Tall هم یعنی بلند. I am tall. من قد بلندم. His sister is tall. خواهر او بلند است. His sister is tall. خواهر او قد بلند است. His sister is tall. Window پنجره. Window پنجره. Window یک نون یا اسم هست. window پنجره windows پنجره ها جمع شده windows پنجره ها با یه اس آخر جمع شده windows برای مثال where is the window پنجره کجاست where یعنی کجا is هست the window پنجره where is the window پنجره کجاست close the window پنجره را ببند. Close یعنی ببند. The window پنجره را. Close the window پنجره را ببند. بریم سراغ اصطلاحات. I'm all ears یعنی سرپا گوشم. I'm all ears سرپا گوشم. دارم گوش میکنم. I'm all ears سرپا گوشم. I'm یا I am all ears. حالا به این مکالمه با دقت گوش کنید. ماری میگه هی جین سلام جین جین جواب میده های ماری You know I have some ideas about that project we need to finish next week. Do you have a second? سلام ماری میتونی من یه سری ایده ها برای اون ای که باید هفته دیگه تمومش کنیم دارم. یه لحظه وقت داری؟ ماری میگه Yeah, go ahead. I'm all ears. آره ادامه بده من سرپا گوشم ناکنین اینجا این اصطلاح به کار برده شده Yeah go ahead I'm all ears آره ادامه بده من سرپا گوشم یعنی گوشم با تو دارم گوش میدم حالا ادگار میگه Howard I was walking through the house and I had, I had some ideas about the hallway میگه هوارد من داشتم میرفتم خونه که یه سری ایده ها در مورد راهرو داشتم Could I share some comments with you? میتونم یه سری نظریه با تو شیر کنم یا به اشتراک بذارم. هووارد در جواب میده Please do. I'm all ears. لطفا انجام بده. من سرپا گوشم. اینجا هم به کار برده شده. Please do. I'm all ears. من سرپا گوشم. یه بار دیگه مکالمه را رو کلم میخونم. گوش کنید با دقت. ماری. Hi Jane. Jane. Hi Marie. You know, I have some ideas about that project we need to finish next week. Do you have a second? Marie. Yeah, go ahead. I'm all ears. Edgar. Howard, I was walking through the house and I had some ideas about the hallway. Could I share some comments with you? Howard. Please do. I'm all ears. Estella ba'di. I'm broke. Yani men stamp. I'm broke. من برشکستم. اینو کسی میگه که پول نداره. به راحتی کسی که پول نداره میگه I'm broke. من برشکستم. به جای اینکه مثلا بگین I have no money یا I don't have money یعنی من پول ندارم خیلی راحت میتونید این اصطلاح ها به کار ببرید. I'm broke. من برشکستم. البته امیدوارم که هیچ وقت لازم نباشه اینو به کار ببرید. صرفا اگه شنیدید بدونید که این معنی رو میده. I'm broke. حالا به این مکالمه با دقت گوش بدید. استیو میگه یا مایکل There is a new movie showing at the Ricks in Kadikoy. Wanna go? میگه سلام مایکل. یه فیلم جدید داره توی ریکس در کادیکوی به نمایش داده میشه. میخوای بریم؟ مایکل میگه Wow, I'd love to. میگه واو wow, دوست دارم. But I can't. I'm broke. ولی نمیتونم. من برشکستم یا پول ندارم استیو میگه او oh من that sucks میگه او oh, پسر این خیلی بده مایکل میگه but you know I get paid on Friday we could go then ولی میدونیم من uh, جمعه در واقع پول دستم میاد یا به هم پول میدن میتونیم اون موقع بریم استیو that sounds great به نظر عالی میاد let's go on Friday then پس

حالا بگو ببینم معنی این اصطلاح چی بود؟ Be bored to death Be bored to death به چه معنیه؟ برام تو کامنت ها بنویس و یه تقلب کوچولو بهت میرسونم تو چالش روز قبل من اینو یاد دادم پس اگر نمیدونی یا یادت رفته برو یه مروری کن که قشن یادت بیاد و بیا حتما تو کامنت ها برام بنویس که معنی این جمله چیه Be bored to death بچه ها اگر میخواید چالش ها رو دنبال کنین یادتون نره که کانال رو سابسکرایب کنین و زنگلش رو فعال کنین تا نوتیفیکیشن ویدیوهای جدید براتون بیاد و از دستشون ندین و اینکه هر شب ساعت هشت شب به وقت ایران ویدیو داریم موفق باشین و خدا نگهدار